به نام یاد خدا و با عرض سلام به خبرهای ساعت 10 شب از سلو خوش آمدید. سرخط خبرها. تأخیر در اعلام فهرست نهایی نامزدان. فهرست نهایی نامزدهای ریاست جمهوری و شورای ولایتی فردا اعلام نخواهد شد. استرالیا منتظر تصمیم حکومت افغانستان. استرالیا رای حل سیاسی را تنها گزینه برای حل چالش های کنونی در افغانستان می داند. توجه به جرگه مشورتی و اثر ناگوار آن بر جشنواره غزنی. جشنواره نهایی برای معرفی غزنی به عنوان پایتخت تمدن اسلام به تأخیر افتاد. به خاطر لوی جرگه مشورتی افتتاحش یکی دو ماه به عقب افتاد و قرار است که به تاریخ 4 اوت امسال به خیر افتاد. و جلوگیری از افزایش تحریم‌ها بر ایران. باراک اوباما از کنگره ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا از وضع تحریم‌های تازه بر ایران خودداری کند. بارز سلام، شب شما بخیر. رحیم میرزاد هستم با مشروع خبرها. فهرست نهایی نامزدهای ریاست جمهوری و شورای ولایتی فردا اعلام نخواهد شد. هرچند بر بنیاد جدول زمانی کمیسیون مستقل انتخابات قرار بود این فهرست به روز 25 ماه عقرب یعنی فردا اعلام شود، اما به علت 3 روز تاخیر در اعلام فهرست نخستین نامزدان، فهرست نهایی نیز با چند روز تاخیر اعلام خواهد شد. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگوید که این کمیسیون امروز نامزدان احتمالی ریاست جمهوری را که نامهایشان از فهرست نخستین حذف شدند برای بررسی سندهایشان فراخوانده است. ادامه بررسی ها درباره رسیدگی به شکایات انتخاباتی. در حال که قرار بود فهرست نهایی نامهای نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به روز 25 ماه عقرب اعلام شود، اما اکنون که این زمان به پایان رسیده است، هنوز هم بررسی ها درباره شکایات های انتخاباتی از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی ادامه دارند. چون کار رسیدگی و بررسی های ما عملا در خود کمیسیون انتخابات جریان داره، حتی همین لحظه هم، بنابراین اونا موافق ازی هست. من فکر نمی کنم در کل افغانستان کسی مخالف ازی باشه که برای تأمین عدالت انتخاباتی و تأمین بیشتر شفافیت ما اگر چند روزی را هم اعلان نهایی لیست ها به تأخیر بیفته این مشکل را ایجاد نمی کنه. همکنون یک هیئت از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی همراه با نمایندگان آن نامزدان ریاست جمهوری که نامهایشان از فهرست نخستین کشیده شدند برای بررسی چگونگی ثبت سندهای نامزدان ریاست جمهوری به کمیسیون مستقل انتخابات آمدند. این هیئت فردا نیز به بررسی هایش درباره چگونگی ثبت سندها در کمیسیون مستقل انتخابات ادامه خواهد داد. اکنون که جمعه است و روز رخصتی است، شمار از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات برای همکاری با این هیئت به کمیسیون مستقل انتخابات آمدند. رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات چگونگی ثبت سندها را بسیار شفاف می داند. شکایات و مستقل کمیسیون څخه یو هیئت راغله چې غوښتلې چې د هغو کاندیدانو چې ابتدایي لیست لار نه ده پیدا کړې په اسنادو باندې د همغو شکایاتو اعتراضونو څېړنه وکړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل وس او توانه پورې دوی سره همکار دي او د دوی په وړاندې باندې سهولت ایجاد کړی. این هم محل است که تمامی سندهای نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی پس از ثبت در کامپیوترها آرشیو شدند. کارمندانی که مسئولیت نگهداری این بانک اطلاعاتی را دارند میگویند هر بار که قفل این محل باز می شود برای بسته کردن دوباره از قفل تازه استفاده می گردد و شماره قفل نیز در نزد فرد مسئول ثبت می گردد. رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات هر گونه دستبرد را درباره سندهای نامزدان ناممکن می داند. استرالیا منتظر تصمیم حکومت افغانستان درباره امضای توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن است. سفیر استرالیا در کابل در گفتگوی ویژه با تولونیوز میگوید که تصمیم نهایی کابل درباره پیمان امنیتی افغانستان و امریکا با چگونگی حضور نظامی دیگر کشورهای خارجی در این کشور پیوند دارد. در همین حال استرالیا رای حل سیاسی را تنها گزینه برای حل چالش های کنونی در افغانستان می داند. اما با باور این کشور گزینه نظامی زمینه موفق شدن تلاش های سیاسی را فراهم خواهد ساخت.
سفیر استرالیا در کابل در گفتگوی ویژه با طول نیوز میگوید که استرالیا جز ماموریت قاطعی در افغانستان خواهد بود و این وابسته به حکومت افغانستان خواهد بود که شرکت استرالیا را در ماموریت های آینده ها هم میپذیرد یا نه. سال آینده ما 400 سرباز در افغانستان خواهیم داشت که بیشتر آنها در کابل و کندهار مستقر خواهند بود و ما با حکومت افغانستان در حال گفتگو روی حضور سربازان ما در سال 2014 و پس از 2014 در افغانستان هستیم که البته این وابسته به حکومت افغانستان است تا روی توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن تصمیم بگیرد و پس از آن ما با حکومت در حال گفتگو هستیم که چه کارهای مشترکی با هم می توانیم انجام دهیم و در این حال نقش ما در ماموریت حمایت قاطع چه خواهد بود. از این دیپلمات بلندپایه استرالیایی پرسیده شد که آیا پس از بیرون شدن نیروهای خارجی در افغانستان جنگ پایان خواهد یافت؟ نه خیر، من نمیگویم که با خروج سربازان خارجی طالبان از جنگ دست خواهند کشید، اما باید منتظر مان و دید که حکومت افغانستان مسئولیت خود را چگونه انجام می‌دهد و چگونه می‌خواهد به پیش برود و یا اینکه چگونه با شورشیان مبارزه می‌کند و یا هم روند صلح را چگونه به پیش می‌برد و این همه مربوط حکومت افغانستان است تا آن را انجام دهد. من نمی‌توانم هیچ چیز را تضمین کنم. سفیر استرالیا در افغانستان میگوید که 400 سرباز این کشور که پس از سال 2014 میلادی در افغانستان خواهند ماند نقش جنگی نخواهند داشت، بل نقش آنان آموزشی خواهد بود و نیروهای امنیتی افغان را در کندهار و قرغه کابل آموزش خواهند داد. در حال حاضر استرالیا بیشتر از 1000 سرباز در افغانستان دارد و بیشتر این سربازان در ولایت اروزگان جابجا هستند. با برگزاری لویه جرگه مشورتی صلاحیت های شورای ملی هرگز نادیده گرفته نخواهد شد. رئیس دبیرخانه کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی میگوید که تصمیم نهایی درباره تفاهم نامه امنیتی کابل واشنگتن از سوی شورای ملی افغانستان گرفته خواهد شد. در این حال رئیس دبیرخانه کمیسیون برگزاری لویه جرگه میگوید که مصارف برگزاری این جرگه در حدود 70 تا 80 میلیون افغانی تخمین شده است و این پول از بودجه ملی از کد 91 دولت از وزارت مالیه پرداخت خواهد شد. رئیس دبیرخانه کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی میگوید که رئیس جمهور کرزی بر بنیاد ماده 65 قانون اساسی حق دارد با مردم مشوره کند. این جرگه هم تنها صلاحیت مشوره دهی دارد و فرجامین تصمیم را درباره توافقنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا شورای ملی خواهد گرفت. ای پیمان میره نظر به قانون اساسی به پارلمان افغانستان از دو خانه ملت تیر میشه، رای تاییدی یا عدم تاییدی را از اونجا میگیره. یعنی هیچ وقت هیچ لوی جرگه مشورتی به عنوان از این است که مصلحت های یک ارگان مهم دولتی دیگر تحت تاثیر قرار بتیم یا یکی نادیده بگیریم. این لوی جرگه یک سابقه تاریخی در افغانستان داره، یک جایگاه خود داره و پارلمان ما جایگاه قانونی خاص خود. رئیس دبیرخانه کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی می افزاید که مصارف برگزاری لویه جرگه از بودجه ملی پرداخته می شود و برای برگزاری این جرگه از هیچ کشور درخواست پول نشده است. بودجه ما از هیچ جای دیگه تمیل نمیشه، از طرف دونرها و کشور امریکا و جای دیگه تمیل نمیشه و ما هیچ درخواستی بر کسی ندادیم. از طریق بودجه ملی و از طریق وزارت مالیه از کد 91 است. در ختم جرگه باز ما میفهمیم که چقدر مصارفات ما شده و مصارفات خود جمع میکنیم و باز روان میکنیم به وزارت مالیه که در قطعه سال 1392 انعکاس پیدا میکنه. این ششمین لویه جرگه است که در 12 سال اخیر در کشور برگزار میشود. در دوره ریاست جمهوری رئیس جمهور کرزی کشور ما گواه برگزاری بیشترین لویه جرگه در دوره یک زمامدار بوده است. خانواده ها و نهادهای دفاع از حقوق بشر و حقوق کودکان مسئولیت دارند تا برای جلوگیری از کار شاق کودکان مبارزه نمایند. رئیس جمهور کرزی در پیام رادیویش با تاکید بر این مطلب میگوید که کارهای شاق بر جسم و روان کودکان اثرهای بد میگذارد و باید در برابر این پدیده مبارزه جدی شود. آقای کرزی از نهادها و شرکت هایی که کودکان را برای انجام کارهای شاق استخدام می کنند می خواهد که از مجبوریت کودکان به علت ناداری
استفاده سو نکنند. کودکان آینده سازان هر کشور هستند و در بسیاری از کشورها به حقوق کودکان ارزش فراوانی می دهند. اما در افغانستان زندگی کودکان این گونه نیست. هستند کودکانی که هنوز هم از حقوق قانونیشان برخوردار نیستند. همکنون دیده می شود که بسیاری از کودکان در جاده های پایتخت مصروف کارهای شاق هستند. از همین رو این موضوع نگرانی رئیس جمهور کرزی را نیز به همراه داشته است و این موضوع در محور پیام رادیویش جا گرفته است. چزموج ډېر نور کوشنیان چې د مکتب په سین کې واقع دي د ځینو مجبوریتونو له امله د مکتب پر ځای کار کوي او په بازارونو، ورکشاپونو، تعمیراتي پروژو او کارخانو کې په کارونو او خواري بوخت دي. اکنون که فصل خزان است و هوا رو به سرد شدن می رود، در بسیاری از بخش‌های کابل دیده می شود که شماری از خانواده ها کودکانشان را برای گردآوری مواد سوخت زمستان بعد جاده ها می فرستند. مریم و سیف الله دو کودکی هستند که از صبح وقت تا شام برای به دست آوردن کاغذ و چوب به جاده ها می روند. بزرگی خریده هایی که آنان انتقال می دهند از توانشان بالاست. اما ناداری آنان را به انجام چنین کارهای وامی دارد. ما هر صبح که می رویم کاغذ جمع می کنیم، کاغذ جمع می کنیم، غریب هستیم، چیز نداریم. ما کاغذ جمع می کنیم، غریب هستیم. اجمل و باهر نیز مانند ده ها کودکی دیگر در جاده های کابل سرگرم گردآوری مواد سوخت زمستان هستند. آنان می گویند هنگامی که حجم این خریده ها زیاد می شود، آنان این خریده ها را کش کرده به خانه انتقال می دهند. وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که بر بنیاد ماده 46 قانون اساسی و قانون کار افغانستان، هر گونه کار شاق از سوی کودکان زیر سن 15 سال در کشور ممنوع شده است. اما ظاهرا ناداری سبب می شود که خانواده ها کودکانشان را برای کارهای بگمارند که از توانشان بالاست. جشنواره نهایی برای معرفی غزنی به عنوان پایتخت تمدن اسلام به تأخیر افتاد. وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که این جشنواره به علت برگزاری لویه جرگه مشورتی و تصمیم سازمان ایسیسکو 3 ماه به تأخیر افتاده است و قرار است در 4 ماه حدود امسال برگزار شود. از سوی هم شماره از فرهنگیان در ولایت غزنی از به تأخیر افتادن زمان برگزاری این جشنواره نگران هستند و میگویند که با این کار برنامه های توسعه دیگر در این ولایت نیز به تأخیر خواهند افتاد. تا دقایق دیگر، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حال حاضر افزایش تحریم‌ها را بر ایران یک ضرورت نمی‌داند. خوش آمدید به ادامه خبرها از تولو. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حال حاضر افزایش تحریم‌ها را بر ایران یک ضرورت نمی‌داند. باراک اوباما از کنگره ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا از وضع تحریم های تازه بر ایران خودداری کند. این درخواست رئیس جمهور اوباما در حال صورت می گیرد که نخست وزیر اسرائیل سخت می کشد تا تحریم های تازه از سوی کنگره ایالات متحده آمریکا بر ایران وضع گردد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر جلوگیری از وضع تحریم های تازه بر ایران تاکید می ورزد. باراک اوباما که در یک نشست خبری در کاخ سفید سخن می گفت، می گوید که اگر کنگره ایالات متحده آمریکا می خواهد تا مسئله هسته ای ایران به گونه اسلامیز حل گردد، پس بهتر است تا از افزایش تحریم ها بر ایران خودداری کند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هشدار می دهد در صورتی که ایران در پیوند با مسئله هسته ایش به خواست گروه 5 به اضافه 1 پاسخ مثبت ندهد، تحریم ها بر آن کشور افزایش خواهند یافت. پیام من به کنگره این است تا بگذارید ببینیم که ایران در مرحله اول ما را قناعت می دهد یا نه. بگذارید آزمایش کنیم که ایران واقعا چه اندازه علاقمند است تا مسئله اصلیش از راه گفتگو و به گونه صلح آمیز حل گردد. درخواست باراک اوباما برای بعد تأخیر افتادن افزایش تحریم‌های کنگره آمریکا بر ایران در حال صورت می‌گیرد که قرار است نمایندگان ایران و گروه 5 به اضافه 1 باز هم به روز 20 ماه روان میلادی در شهر ژنو سوئیس بر میز گفتگو بنشینند.
با این همه اسرائیل نه تنها خواهان افزایش تحریم ها بر ایران است، بل از 6 قدرت بزرگ جهان می خواهد تا از برداشتن تحریم های وضع شده جهانی بر ایران خودداری کنند. با این همه روشن نیست که کنگره ایالات متحده آمریکا با درخواست باراک اوباما برای به تاخیر افتادن افزایش تحریم ها بر ایران چی پاسخ خواهد داد. اکنون توجه کنید به چند رویداد دیگر در جهان. ایالات متحده آمریکا کمک‌های بشردوستانه‌اش را به آسیب دیدگان ابر طوفان اخیر در فیلیپین افزایش داده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، مواد غذایی، آب آشامیدنی و گروه‌های پزشکی به بخش‌های آسیب دیده در فیلیپین فرستاده شدند. از سوی دیگر، نیوزیلند بیش از 4 میلیون دلار به آسیب دیدگان طوفان اخیر در فیلیپین کمک کرده است. بریتانیا، کانادا و ژاپن نیز از فرستادن کمک‌هایشان به این آسیب دیدگان خبر می‌دهند. نخست وزیر ژاپن خواستار گسترش روابط این کشور با کوریای جنوبی شده است. وی که به مناسبت از 50مین سالروز کمیته همکاری ژاپن و کوریای جنوبی در توکیو سخن می گوید که همکاری نزدیکتر ژاپن نه تنها با کوریای جنوبی بل با ایالات متحده آمریکا نیز از اهمیت ویژه برخوردار است. کوریای شمالی گزارش‌های پخش شده را درباره ارائه کمک‌های نظامی این کشور به حکومت سوریه رد می‌کنند. هرچند گزارش‌ها می‌رسانند که کوریای شمالی شماره از مشاوران و خلبانانش را برای کمک به سوریه فرستاده است، اما به تازگی پیونگ‌یانگ این گزارش‌ها را بی‌بنیاد می‌داند. منحرف شدن یک قطار آهن مسافربری در هند جان 5 فیل را گرفت و 10 فیل دیگر را زخمی ساخت. به گفته مقام‌های هندی، این رویداد بامداد روز جمعه در ایالت مهاراشترا رخ داد. تا لحظات دیگر، کسر بیلانس بازرگانی در افغانستان یگانه حل بی‌ثباتی ارزش پول افغانی در بازارهاست. باز هم شما رو خوش آمدید میگویم به ادامه خبرها از طلوع. کسر بیلانس بازرگانی در افغانستان یگانه علت بی‌ثباتی ارزش پول افغانی در بازارهاست. مسئولان اتحادیه بانک های خصوصی میگویند با توجه به صادرات اندک داخلی و واردات بیش از حد، پول افغانی در بازارها ثبات لازم ندارد و این کار سبب شده است که شهروندان افغانستان به جای پول افغانی ارزهای خارجی را پسنداز کنند. آنان میگویند در حال حاضر حمایت لازم از تولیدات امانند که از خارج وارد میشوند وجود ندارد و این کار با گذشت هر روز ثبات پول افغانی را در بازارها صدمه میزنند. مسئولان اتحادیه بانک‌های خصوصی میگویند در حال حاضر کسر بیلانس بازرگانی کشور، کاهش روز افزون ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی و ناامنی‌ها علت‌های نبود ثبات لازم افغانی در بازارها است. آنان میگویند در حال حاضر شمار زیادی از مردم به جای افغانی ارزهای خارجی را پسنداز میکنند. ما در برابر 10 میلیارد حدود 10 میلیارد کم و بیش واردات، ما ممکن کمتر از 1 میلیارد صادرات داریم. خود از یک عامل است که میتونه تاثیر بکنه سر ارزش پول افغانی. اما یک مطلب که با مجرد که اینجا امنیت وجود بیاد، با مجرد که فعالیت های قراردادهای امنیتی امضا میشه، معنی است که این میتونه یک آسوده خاطر یک خاطر مردم آسوده بسازه. سرمایه گذارا، زارعین، تولید کننده ها همش بشه که ما به طرف یک امنیت میریم. در امینان مسئولان اتحادیه بانک‌های خصوصی میگویند افزایش تولیدات سبب می‌شود که از یک سو از واردات کالاهای همانند خارجی جلوگیری شود و از سوی دیگر با داد و ستد در داخل کشور جلو فرار سرمایه‌ها نیز گرفته می‌شود و این کار رشد اقتصاد ملی را فراهم می‌سازد. و خبر اخیر این که جلغوزه ولایت‌های خوست و پکتیکا به گونه انحصاری از سوی بازرگانان پاکستان خریداری می شود. شمار از باشندگان این ولایت با شکایت از حکومت می گویند زمینه های لازم بازاریابی را برایشان فراهم نساخته است و این کار سبب شده است که همساله جلغوزه این ولایت ها از سوی بازرگانان پاکستانی با بهای اندک خریداری و پس از پروسس معیاری در بازارهای جهانی با بهای بسیار گزاف به فروش برسد. اینان کسانی هستند که از مناطق دشوار گذر ولایت های پکتیکا، پکتیا و خوست جلغوزه به مرکز ولایت خوست می آورند و با بهای اندک به بازرگانان پاکستانی می فروشند و این بازرگانان جلغوزه را برای پروسس معیاری به بازارهای میران شام می برند که به گفته آنان پس از بسته بندی به بازارهای اروپایی و آمریکایی صادر می کنند. می تا دزوی جول کوچی می خپل چینتای کی می بلا بچینه تجارت شی می نه وکلی
یای می خپل یسی چې د مینا کې د پاکستان کې دی پایوري یا په بل اړتل پکې تلیار پر متینا په چا د ځون ته ایمان کوي ده. جلغوز از پیداوار مهم ولایت های شرقی کشور و یکی از میوه های گرانبها در جهان است. اما بازرگانان ولایت های خوست، پکتیکا و پکتیا می گویند در حال حاضر تنها بازرگانان پاکستانی جلغوز این ولایت ها را با بهای اندک می خرند. خوست که جدی در جلغوزی دسته بازار نیز بازی کوبال کمزور در پاکستان که در خلق دارد ولی سیوری تجاران. از هم گفته می شود که در حال حاضر بهای یک کیلوگرم جلغوزه در بازارهای ولایت های شرقی کشور تا 600 افغانی است، در حالی که بازرگانان پاکستانی هر کیلوگرم جلغوزه را از کسانی که این میوه را جمع آوری می کنند به نیمه بهای آن می خرند و پس از صادر کردن آن به بازارهای جهانی به چند برابر بهای تمام شد می فروشند. باگر توجه کنید به سرخط آخرین گزارش های امروز افغانستان و جهان. فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری و شورای ولایتی فردا اعلام نخواهد شد. خانواده ها و نهادهای دفاع از حقوق بشر و حقوق کودکان مسئولیت دارند تا برای جلوگیری از کار شاق کودکان مبارزند. و نخست وزیر اسرائیل سخت میکوشد تا تحریم های تازه سوی کانگرس ایالات متحده آمریکا بر ایران وضع گردد. سپاسگزارم از همراهیتان به خبرهای این ساعت. از سلو شبتان خوش، خداوند نگهدارتان.